سلام دوستان وقتتون به خیر باشه در روزهای گذشته مراسم هایی در خارج از کشور از سوی وطن فروش ها برگزار شده الان بعضی ها ممکن هست این جمله که من گفتم رو یه خورده بهش گارد بگیرن بگن که مثلا یه سری ها مخالف حاکمیت هن رفتن مراسم برگزار کردن یا تجمع برگزار کردن مرد باش که الان وطن فروش رو به کار نبر به وطن چی کار داری؟ او داره با حاکمیت در فرمایش شما رو میپذیرم اما دو تا ویدیو دارم که اگر شما ببینید نظرتون تغییر خواهد کرد میفهمید من خیلی دقیق صحبت کردم بریم دو تا ویدیو رو با هم بررسی کنیم فیلم هایی هست از حامد اسماعیلیون و معصومه علیزاده قومی که از دیروز به شدت مرتجع کارها قرار گرفته من دیدم خیلی از کاربرهای اه... تحت تاثیر اپوزیسیون هم اکانت های تحت تاثیر اینها هم در توییتر و جاهای دیگه به شدت اومدن به این دو تا ویدیو واکنششون دادن ویدیوهای کوتاهی هست اما بازخورد های بسیار ویژه ای داشته به خاطر اینکه ماهیت و ذات این جماعت رو خیلی ایان کرده دوست دارم این ویدیو رو ببینیم توضیحی در خصوصش نمیدم میدونم بعضی از شما احتمالا در جریان ماجرا هستین و میخوام ویدیو رو اول ببینیم یک دور همه مرور کنم ببینیم چیا گفته شده چی اتفاق افتاده بعد برمیگردیم نکاتی از خصوصش دارم که خدمت شما دوستان عزیز عرض خواهم کرد اجازه من سرعت این ویدیو رو درست بکنن. بله اولیش صحبت مسئول انجام قومی هست. ببینیم ما یکی نشیم اگر ما متحد نشیم اگر ما دست و دست هم ندیم و فریاد نزنیم که برای سرنگوری ایران با هر عقیده ای، با هر نظری در یک درد مشترکیم خیلی خوب این ویدیو رو با هم دیدیم بریم ویدیو بعدی رو با هم دیگه ببینیم فعلا توضیح روش نمیخوام بدم شما احتمالا خودتون در جریان ماجرا هستین صحبت حامد اسماعیلیون رو هم بشنویم آقای عبدالله مقتدی آقای مدنی خب این ویدیو رو با هم دیدیم آقا منو داداشم عبدالله و خواهرم مریم تصمیم گرفتیم که نظام عوض کنیم آخه جماعت پلش دوباره کدوم سیستمی پیدا شده رفته پشت داستان قرار گرفته میخواد یه خورده با ایران کلکل کل بکنه شما که وزنی از خودتون ندارید که یه چیزی اون وسط هست که اون داره این بازی رو پیش میبره ولی شما که در معادلات نیستین که نکن وزنی برای خودتون قائل هستین اگر وزنی برای خودتون قائل هستین نگاه بکنید ببینید در اپوزیسیون ایران چند تا فسیل داریم که این سالها زحمت کشیدن تلاش کردن با حکومت جنگیدن الان به خودشون اومدن میبینن نازنین بنیادی در سازمان ملله به خودشون اومدن میبینن علی کریمی رو ولن در فلان مراسم شرکت دادن به خودشون اومدن چشم باز کردن دیدن معصوم علیزاده قومی کلا رفته در فرانسه داره صحبت میکنه یه دو, دو تا چارتا کردن این ور اون ور رو نگاه کردن دیدن 20 ساله دارن با این حکومت میجنگه یه دفعه یه فردی پیدا شده هواپیمای خورده زمین خانومش مرده این شده رهبر اپوزیسیون حامد اسماعیلیون اومده حالا او داره لیدری میکنه اسم مثلا رضا هم کیکی توی اون لیست نیست فخرآور مثلا نیست اسم این دیده میشه نکنه فکر وزنی برای خودتون نه دیگرانی هستن که میفهمن به چه کسی برای به چالش کشیدن ایران دوست دارن الان اولویت بدن آقا حرف من رو بعضیا قبول ندارن درسته هیچ اشکالی نداره میریم رو چیزهای صحبت میکنیم که سرش بتونیم اشتراک نظر داشته باشیم دو تا نکته در این ویدیو هست و یک نکته به اصطلاح خودمون واحد در هر دو ویدیو که همه رو توجهشون رو به خودش جلب کرده اون نکته واحد این هست که تصویر وقتی بررسی میکنین روی این صحنه همه چیز دیده میشه افرادی که ایستادن با اکس های مختلف دیده میشه شم دیده میشه نورپردازی خاص دیده میشه چیزی تحت عنوان پرچم ایران روی این صحنه شما نمیبینید دو تا دیالوگ گفته میشه یک دیالوگ این هست که برای نابودی ایران روی سنی که شما تأثیری از پرچم ایران حتی پرچم شیرخورشید نمیبینید یکی فریاد میزنه برای نابودی ایران نمیگه حاکمیت ایران نمیگه رژیم ملاها نمیگه این دولتی که روی کاره میگه برای نابودی ایران حالا دوباره فیلمش با هم خواهیم دید دومی بعد از اون صحبت میکنه میگه که آقای عبدالله محتدی داداشم عبدالله دادش ع... دادشش عبدالله کیه؟ همون بیشرفیه که با یه سری آدم دیگه جمع می شدن با مزایک سر سرواز ایرانی رو میبریدن آقا اینا رو خبر داری یا خبر نداری همونایی رو میگه که پرچم های تزیه طلبیشون در کجا و کجا دیده میشد و فرانسه هم اومد ازشون حمایت کرد و این چند وقته تلاش کردن خیلی سریح و واضح از تجزیه ایران صحبت بکنن در جایی چی داره رو سنی که پرچم ایران نیست داره گفته میشه یا اتفاقیه سوء یا بخشی از یک حقیقته بریم دوباره ویدیوها رو ببینیم برمیگردیم من دوست دارم که یک دور هایی که این دوتا ویدیو داشته رو هم یک بررسی داشته باشیم. اول ویدیو من رو تو انژات قومی کلا رو با هم دیگه بررسی کنیم اگر ما اگر ما دست نست هم ندیم فریاد که برای ایران یک لحظه همه ساکت شدن بعد جالبه من مثلا مراسم مختلف رو نگاه میکنم طرف وقتی سوتی میده از این ور از اون ور یه فریاد زن داداش اینو درستش کن چرا این شکلی گفتی ادیت بزن این جمله رو می‌خواید بهتون اثبات کنم که اونایی که اونجا بودن هوشیار بودن ولی ترجیح دادن هیچی نگن بهتون میخوای اثبات بکنم تو تجمعات اخیری که در خارج از کشور برگزار شد یک فیلم خیلی سر کرد منم فیلمو برای شما پخش کردم یه جوونی داشت صحبت میکرد گفت من از ایران اومدم همه گفتن هورا گفت میخوام نظام عوض کنم همه گفتن هورا بعد برایش اینجوری که برای ناموسمون یه دفعه همه اونایی که اونجا گفته نه نا نه نا ناموس ناموس چیه ما اینا رو نداریم چرا از اینو صحبت میکنی آقا دقت کردی چی اتفاق افتاد طرف از دهنش پرید گفت من به کلمه ای به نام ناموس اعتقاد دارم سری همه داد زدن گفتن که نگو ناموس همونه که اون پایین بودن ها کردن این الان اینجا اون ای افتاد این بود که گفت برای نابودی ایران یک نفر ندیدید که اونجا بگه فلانی اشتباه گفتی حواست هوا... نبود اشتباه گفتی کلم درستش کن بگو مثلا نابودی این رژیم مله این ها اینها کسانی هستن که سنسورهاشون به کلماتی مثل مثلا ناموس و امثال اینها حساسه ولی سنسورهاشون به ایران حساس نیست اثبات بکنم در میدان پرچم تجزیه طلب کنارشونه اینجا هم صحبت میکنم او از هز... نمیدونم نابودی ایران حرف میزنه نام مثل بز وای میسن نگاش میکنن حتی یک نفر که کاغذ دستش نمیره بگه اینجا شما این جمله رو اشتباه گفتی درستش کن کجا داره حرف میزنه جایی که پرچم ایران دیده میشه بریم صحبت های حامد اسماعیلی هم گوش بدیم به همین مربوط بر برمیگردیم به خاطر که ببینیم این ماجرا اتفاقی نیست چون من دیدم بعضی از دوستان نوشته بودن که ناخواسته ذات خودش رو ریخ بیرون گفتش که نابودی ایران اگه ناخواسته بود بعدش ادیت میکرد و دوستان دیگر ما زیبا گفتن که نه ناخواسته نبود آمدانه گفت جایی که پرچم ایران وجود ندارد آمدانه این حرف رو زد بریم صحبت های حامد اسمایلین رو گوش بریم برمیگردیم با همدیگه نکاتی هست که مرور کنیم کرد آقای مدنی خب بخش از صحبت های حامد اسمیلیون رو دیدیم آه یه نکته وجود داره چرا روی سم پرچم ایران دیده نمیشه به همین حرفه ربط به همین رابطه داره ببین من دو سه تجمع برگزار کردم به اون تجمعات ایرانیان خارج از کشور جمعیت آوردم این ور اون ور با همه صحبتیم بچه بلنشیم بیایید فلان بکنیم بریم اصلا بزنیم یه کار خفن بکنیم جمعیت اومد این طرف در کنار ایرانی های که حضور داشتن تعداد بسیار زیادی پرچم تجزیه طلب دیده شد پشت پرده اینها یک صحبتی با هم دیگه میکنن و اون صحبت این بوده که حضور پیدا بکنید به بچه بگید به عنوان سیاهی لشکر ما بیان اما پرچم اقلیم کردستان رو نیارن نمیدونم این حرف رو عبدالله محتدی زده یا فرد دیگری زده اما حرف این بوده که باشه من این رو بهشون میگم ولی اگر میخوای به طور قطعی اونها بپذیرن که پرچم نیارن پرچم ایران هم نواد باشه و اینا پذیرفتن اینا پذیرفتن که باشه ما پرچم ایران نمیاریم به خاطر اینکه اتحاده به هم نخوره ببین کار به کجا رسیده اینا میگن برای اینکه اتحادمون به هم نخوره پرچم ایران نمیاریم فیلم مربوط به همسر چاهزاده رضا رو به پهلوی رو یادتون هست رفته بود توی تجمعات آلمان یه سری اومدن فریاد زدن گفتن که رضا خان رو شاد بعد این سری دست کن داد گفت حرف نزنید حرف نزنید اختلاف میشه یعنی تو مثلا یه تفکری داری یه باوری داری یه چیزی داری بر این باورم هستی که اکثریتی تو ایران هم میتونی بعد از این مله‌ها حکومت تشکیل بدی بعد وسط هواداران خود جیگر نداری این حرفی که در حمایت از تو هست شنده بشه چرا چون میگی فضا به هم میخوره این تو همون جمعی که هستین و تجزیه طلب و چه و چه هست بعضی کلماتو شما بگی اونا به جون شما میفتن این خیلی عجیب و غریبه برای اینکه به اصطلاح خودمون اینو بتونن حلش بکنن چیکار کردن تبعینش کردن رفتن نشستن صحبت کردن منطق خودشون رو بازو کردن نه اومدن به این جمع که خب پس پرچم ایران نمیاریم که اونا هم پرشام تجزیه طلب نیارن هممون یک رنگ باشیم از طرف دیگه ما اگر پرچم ایران بیاریم اونا هم پرچم تجزیه طلب بیارن بعد حکومت چیکار میکنه حکومت میاد میگه که آجون من یه سری مخالف دارم مخالفای من بی من اگر برم بی شرفا میان روی کار شک داری نگاه کن ببین اینا رفتن علیه من با تجزیه طلب مسلح تروریست مخالف تمامیت ارضی ایران متحد شدن سندم پرچماشون سندش پرچماتون درسته بعد شما نگاه میکنیم که خب به خاطر اینکه این, این تابلو نشه پرچم نمیارم بهترین راه اینه اونجا هم روی سن میگم عبدالله محتدی کی به کیه یه چیزی گفتیم اون یکی هم میاد میگه نابودی ایران آیا کاربرها این رو فهمیدن بله بسیاری از کاربرها این رو فهمیدن و فوق العاده خشمگین هستن بریم با هم بررسی کنیم واکنش ها رو دوستان عمده واکنش که خدمت شما ارائه خواهم داد اکانت هایی هست که این اکانتا اکانت های بخشش برانداز به حساب میاد اصلا هیچ ربطی به به اصطلاح خودمون حامیان حکومت نداره این هم البته باید یادآوری کنم که این اکانتای برانداز عمدتا سلطنت طلبن ساز و منافقینی ها به شدت خوشحالن همین که حامد اسماعیلیون روی یک سندیده میشه اونها خوشحالن در به اصطلاح خودمون در وجودشون عروسی اونها خوشحالن مشکلی به این قضیه دیگران خشم میگیرن بریم واکنش دیگران رو بخونیم یکی از کاربرها گفته که اگر فرض محال اعتلافی هم صورت بگیره افرادی مثل اسماعیلیون، علی نجاد و محتدی که در طیف چپ قرار دارند به راحتی می از رأی خود استفاده کرده و تنها فرد ناسیونالیست و مورد اطمینان را خونسا کنند دلیل اینکه چپ گرایان تمایل شدید به تشکیل ائتلاف با حضور شاهزاده دارند همین است آه اصلا شما اصل بحث رو پیدا کردی دقیقا رو همون نکته اصلی منوف دادی من نکته تو کاملتر میکنم چیزی تحت عنوان همفکری در این جماعت نمیتونه وجود داشته باشه به هزار و یک دلیل یکی از اون هزار و یک دلیل این که پشت هر کدوم از اینها یک سرویسه اینا بخواهند یا نخواهند نماینده اون سرویس هستن اون سرویس میگه در ایران جدید نماینده ای من فلانیه دستش هم میگیرم میبرمش تو سازمان ملل نازنین و میبرم اونجا که بهت اثبات بشه نماینده من معصوم است میارم توی کاخ خودم باش دیدار میکنم که تو ببینی که آقا با فلانجا و فلانجا همانگه هم ولی با منم هم همانگه نماینده من عربستانه میارمش بودجه بهش میدم ببخشید نماینده من فلانی من عربستان به خاطر اینکه بودجه بهش میدم حمایت هم میکنم خلیج فارس اینا هم نمیگه در کنار تو ایران جدید اینا دوره یک میز میشینن هر کدوم نماینده یک کسی هستن چه تصمیم واحدی میتونن بگیرن اگر بتونن تصمیم بگیرن که مثلا شب شام بخوریم هممون دوره هم ما باید آفرین بگیم به این جماعتی که موفق شدن اطلاف تشکیل بدن بازی کثیفتر از این صحبت ها است که بخوایم با هم این شکلی ببینیمش ولی به هر این واکنشی هست که بعضی کاربرها داشتن بقیهشون رو با هم دیگه بررسی کنم کاربر دیگری نوشته که یه دونه پرچم ایران روی کل این صحنه جا نداشت نه چون حتما بساط اسماعیلیون و مهتدی و علی هیچ پیوندی با ملت ایران نداره خیلی واضحه هر کسی که به اصطلاح خودمون ماجرا رو رصد بکنه این رو میفهمه این کاربر کاربر سلطنت طلب نوشته که ما اکبر ملا چپی مجاهد چه گندی زدن سازمان منافقین اینا, اینا تجمعاتشون وقتی برگزار شد یه سری شعار واضح و واحد داشتن خب مریم رجوی میرفت بوجه بگیره بعد اینا شعاراشون رو قبلا گفته بودن اون بررسی میکرد خب بابا من دارم کار میدانی انجام میدم شعاری که شنیده میشه شعار رضا خان روحتشاده ما بیم یه کار دیگه ای بکنیم ما میایم یه شعار میسازیم غیر مستقیم مردم نمیگیم که شعار ماست ولی غیر مستقیم مثلا شعاری که مثل این هست که نه تاج نه امامه یا همچین چیزی میسازیم یا مثلا میگیم مرگ بر دیکتاتور حالا اشاره میکنیم این که چه شاه باشه چه مثلا آخوند باشه خب مشخصه دیگه تو ساز منافقینی یه چیزی ساختی که هم سلطنت داره بزنه اون رو نه تو رو نمیزنه ولاد بیشرف جمعه و تنفروش های عالم تویی که رفتی با صدام ایستادید فردا هم بیای با اینا حکومت تشکیل بدی بیافتید بجون جون هم دیگه دعوا بشه میگردی دنبال یه صدامی باش همکاری بکنی علیه وطن تو اصلا قابل تا نیستی خب این احمقها وقتی شعار ساختن بقیه لالمونی نمیگیرن که اونم برنامه‌ریزی میکنن دیگه حالا اینا هم در مقابل اونها شعار ساختن و شعار های اینا هم خیلی جذابه شعارهای مشتی هست که قشنگ سازمان منافقین رو نه تنها سازمان منافقین رو میزنه بلکه اون جماعت چپی که در کنار سازمان منافقین هستن و صادراتی جریان غربگرا از داخل ایران رو هم داره میزنه بریم ادامه شو بررسی کنیم ببینیم که واکنش ها دیگر چه بوده یه کاربر دیگه همین بخش از ویدیو حامد حامل رو آورده گفته که آخه محتدی محتدی تروریست کردکش ایران ستیز این بی شرافت اشاره کرده به حامد اسماعیلیون که حتی تظاهرات که حتی تظاهر به ایران دوستی هم نمیکنه چطور میخواد از حقوق ملت ایران دفاع کنه همچنان که در این سه سال هم ثابت کرده که مانعی بود در برابر دادخواهی و خونخواهی قربانیان هواپیمای اوکراینی برخی از خانواده هواپیمای اوکراینی هم خانواده شهدا الان مشابه هم رو دارن میگن یا این اصلا داستان این فرق داره این اومد جلو ما فکر کردیم خبریه نویسنده از آدم حسابیه کتابش هم نیده بودیم که بعدم گفتیم حتما دغدغه‌مند سین سوخته است انداختیم این شلو به خود اومد اصلا که کارهای دیگه‌ای داره می‌کنه یه چیز دیگه‌ای داره میگه بریم اینا رو بررسی کنیم فرد دیگری گفته که انسان‌های بی‌عقل به جای حل مشکل فقط دور خودشون می‌چرخن واقعا متاسفم برای این جمعیت ایران ستیز که این گوسفند فقط این کلمه این مسخره رو تکرار میکنن بدون اینکه حتی یک بار اقلانی بهش فکر کرده باشن جاوید شاه بریم بعدی رو هم دیگه بررسی کنیم گفته که اگر فرض محال اعتلافی هم صورت بگیره این رو الان براتون خوندم توییت مربوط به عبدالله محتدی بعدی گفته که دعوت حامل اسماعیلی از عبدالله محتدی دبیر کل حزب کومله توجیه ناپذیر است حزب کومله گرایش کمونیستی دارد با مجاهدین متحده و رابطه داشته مجاهدین خلق هم به مناسبت وحدت مجدد کموله تبریک فرستاده واقعا اسماعیلیون نفهمید چی کار داره میکنه یا میدونه داره چی کار میکنه بعد توییت عبدالله محتدی رو فرستاده زیر همین حرفی که زده که عبدالله محتدی اونجا گفته که تبریک سازمان منافقین خلق تبریک سازمان منافقین خلق به مناسبت وحدت مجدد کمله بهانه ای شده تا تعدادی از راستگرایان افراطی که نقش جایگاه به حق کردها و به ویژه حزب کموله در خیزش انقلابی را بر نمیتابند با حراسفکنی این جایگاه را تخریب کنند خطری که ایران را تهدید میکنند آقا من ساز منافقینم منافقی میخوام بیام تو جمع شما اگر بیام شما منو پس میزنید چیکار باید بکنم دوست کار رو باید بکنم یک باید صدام رو تطهیر کنم الان دارن این کارو میکنن الان دارن محتوا در فضای فارسی زبان میسازن برای اینکه صدام تطهیر بشه که اگر فردا اومدن گفتن که شما کی هستین من برگردم میگم من ساز منافقینی ام آره 17 هزار تا ایرانی هم کشتم توی جنگ هم تو دو سه تا از عملیات ها نیروهای ارتش ایران رو نه نیروهای پاسدار و این نیروهای مثلا بسیج و اینا نه, نه نیروهای ارتش رو به اسارت در آوردم درسته ولی با صدام کار میکردم صدامی که در فضای فارسی زبان اینستاگرام کجا کجا ول برای این جل... برای این جلاد داره اعتبار ساخته میشه نکته کجا هست خب پس دارم سفید سازی رو سعی میکنم انجام بدم حالا یه کار دیگه باید بکنم بعد یه نماینده تو جمع شما داشته باشم چه کسی برو نگاه کن ببین اون کسی که وکیل در کنار حامد اسویلونه هماهنگیاشو انجام میده در کانادا این ور اون ور اینو میاره میبره کنار چه کسی دیده شده اصلا وکیل اختصاصی سازمان منافقین طرف با اینم کاری ندارم پس این مهره رو آوردم بین شما حالا بعد یه کاری بکنم باید با های از اپوزیسیون که میدونم اینها تعصبی روی مثلا حرفای شما ها ندارن هماهنگ بشن مثلا که تو وقتی رسمیت دادی به عبدالله محتدی تجزیه طلب من میدونم که عبدالله محتدی تجزیه طلب رو ایران مثلا تعصبی نداره که میگه این حکومت نابود شه خب من میرم با شما همیشه اختلاف میکنم هر چی بیشتر شما تو جمعتون این دیده بشه وقتی من باشه اختلاف کردم منم تو جمع شما و خاصی یا خاصه هستم دارم خودم به شما تحمل میکنم پس از اون منافقین اون ور که هماهنگ شده با طلبها اتفاقی نیست بازی فهمیده بازی فهمیده که از این دریچه‌ام باید یک راهی پیدا بکنه بیاد داخل جمع اینها یواشاش خوش تحمیل بکنه اصل ماجرا کجا از حامد اسماعیلیون گذاشتم اینجا خودم که آره عبدالله محتدی زدم بهش تبریکم دارم میگم اون که تعصبی رو ایران از, رو ایران از ایران اصلا نابود باید بشه از نظر او حالا این وسط یک پیوندی هم بین حامد اسماعیلیون و عبدالله محتدی ایجاد میکنن عبدالله برو بشین با حامد صحبت کن حامد یه پیام بفرست برای عبدالله تو جمع پیام بفرست همه ببینن آ دیدی یواش اون کسی که معتبر می شود رخنه می کند در بین جماعت وطن فروشی که میخوان حاکمیت رو بزنن ساز منافقینه تو جمع اینا نبوده دیگه داره راه و برای خودش باز میکنه بعضی فهمیدن و در حیرتن بریم ادامه شو با هم بررسی کنیم این همه ماجرا نیست کارور دیگری گفته که آیا اسماعیلون عزیز عبدالله محتدی واقعا کسی که آرزوی تشکیل کردستان بزرگ رو داره و چندی پیش فرقه رجوی براش پیام تبریک فرستاده اتحاد با تجزیه طلب در نهایت فقط برای ایران خسران و تباهی به سبر میاره بسیار از این جنس از واکنش ها کاربر دیگری گفته که این چهره واقعی عبدالله محتدی است او فقط تزیه طلب نیست او قاتل هموطنان کرد ما نیست هست توجه شما رو به سند بالا جلب میکنم تایید ترور یک پیشمرگه به نام ابو حسینی اگر اسمش رو اشتباه نگم اهل سقز با دستور مستقیم عبدالله محتدی توسط دادگاهی در کردستان عراق نمونه دیگری هم هست کاربر دیگری در همین خصوص گفته که یه دونه پرچم ایران روی کل این صحنه جا نداشت نه چون حتما بسات اسماعیلیون و دیگران هیچ پیوندی با ایران نداره فرد دیگری در نهایت آخرین توییت رو برای شما بخونم گفته که آهای آدمایی که رفتید زیر سقف مراسم هواپیمای اوکراینی با عبدالله محتدی تروریست واقعا خجالت و شرم نمی‌کشید. شما هر چند شما چرا یه ذره فکر نمی‌کنید؟ اسماعیلیون مهره های جاسوسی هستش چرا متوجه نمیشی جاوید شاه در نهایت نمیشه جاوید این بخشی از واکنشای هست این روسا باش رو رو هستیم از سوی جماعتی که اگر چه آن سوی میدان ایستادن و دارن به وطن لگد میزن ولی یه چیزایی دارن میفهمن دوستان این جماعت اپوزیسیون و وطن فروشی که دارید میبینید محکوم است به نابودی چرا چون داره به وطن خیانت میکنه چیکار کنه نابود نشه آقا من چیکار بکنم وقتی که من چیکار کنم که نابود نشم تا زمانی که نسل های بعدی شما تأثیر روی کلمه وطن داشته باشند، این بیشرف های خائنی که اگر بیایند کشور هزار تکه می جایی در ایران ندارن یعنی ای تولیدات رسانیشون نگاه بکنید ببینید چجوری دارن زیرا به کلمه وطن کلمه غیرت روی میهن کلماتی از این دست رو دارن بین نسل های بعدی شما می این اینا اتفاقی نیست این کاملا هوشمند است اون که اونجا تعریف می‌کنه برای این هست که راه رفت و آمد خودش را باز بکنه من تو لنترش نمی کنم فکر کنم کافی باشه شما نکته داشتین حتما به این ویدیو اضافه کنید، کمک بکنین که این ویدیو و پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه اگر بحثی داریم با رفقایی که ایرانی هستن در خارج از کشور و بعضی هاشون مثل ما فکر نمی کنن بحث بر سر این که آقا حرف من باید به کرسی بشینه یا حرف تو باید به هاشی بره نیست بحث بر سر این بدیهیاتیه که زیر سوال نمیشه بود انتظار می رود جایی که منطق می بینیم در مقابلش پذیرش داشته باشیم این رو من لازم بود به دوستانی بگم که میدانم برنامه رو میبینن ولی مثل ما فکر نمیکنن اگر نکته داشتین حتی در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ردت دارم وقتتون بخیر